چند ساعته اینجا نشستیم؟ شب تا دیم پیش هفته حالا همراه بیما؟ آره حالا پدرم بالاست، شب مادرم بودم تو اورژانس. بله حالا هم بیما تقدر شدم بخش. درسته یهاشو درگیر شده بکنم فتا سرون بود. چقدر میکشید سرون پیدا کنید؟ سرون که از خود بیمارستان. از خود بیمارستان. ولی فقط مشکل همین که پذیرش یکم جا نبود. روزایی که چه صبح باشم چه عصر باشم تا شب به قرآن اگه بتونم یه قطره آب بخورم. اینقدر شب ها پامون درد میکنه، خستگی زیاده که از پادر خوابمون نمیبره. تمام رگا پشت پامو وارسی شد. هم حجم کار زیاده، هم تعداد پرسنل کمه، همه انتظارات مردم زیادن، چون مردم به امید ما میان اینجا. ما هم که نمیتونیم وجدانمون قبول نکنیم که به مریض کم بذاریم، مجبوریم از خودمون بزنیم ولی برای مریض کم نذاریم. تخت راحت پیدا شد؟ تخت نه، خواهی زنگ کنم نه، اصلا جا گیرونو نه، خیلی وضعه اصلا بیمار داره، فقط کف سالون میخواه. چند روز اینجایی؟ ما یه حدود دو روز. بنده علیرضا غلامی هستم، پرستار آجیه اورژانس در حال حاضر. اینجا متاسفانه فشار کاری خیلی زیاده، میباید پرستاری کرد کادر درمان به خصوص سرویس پرستاری، ولی متاسفانه هیچ توجهی به پرستار و کادر درمان نمیشه، نه از طرف دولت نه از طرف دانشگاه علوم پزشکی. فقط مطالبه دارن که بیان کمک، بیان نمیدونم میروا بیان کمک کنن. اگر راست میگن به فکر پرسنل شاغل باشن، اون موفقاشون رو بدن، اضافه کاری 5-6 ماه ندادن رو بدن. من پرسنل اینجا دارم با دربدری کار میکنم، شب شیفت های عصر شب یک شب نرمیون میام برای که بتونم نون و بوت بچم رو درد کنم. احمد میکشم نمیدونم فایده داره نه، اما حرف دل اونو میزن هیچ فایده من داره قطعا رو برده. چه کسی این بیمارش دارم؟ سر اختلاف حقوقم با آقای پرستار پیمانی که دو تا با هم داریم تا به پای هم یه جا کار کنیم باید در حد 3-4 تومن باشه. چرا؟ 5-6 ساعت اینجا منتظریم، خدا خیلی دیگه خسته شدن. چند نفر تو فامیلتون کرونا گرفتن؟ فامیلمون یه 10 نفری کرونا گرفتن. متوجه نشدین از چه طریقی؟ من خودم توی مجلسی قضا رفتم. چند ساعت منتظر تخت؟ والا این بیمارستان از ساعت 1 تا حالا هستیم، ولی از دیشب تا حالا من بیمارستان اصفهان گشتم 7 خالی نبوده. تا اینجا اومدیم این زمان از 1 تا حالا هستیم، الان هم تقریبا ساعت 7 بعد از اون. ما 11 روز درگیر این موضوع هستیم، مشکلی سرون داشتیم فقط. من خودم پرسنل بیمارستان هستم، میخواستم بگم الان تو این دوره ای که الان 2-3 سال شرایط کرونا بوده که ما اینجوری دوتا سه تا ماسک و شیلد زدیم، مردم همینجوری تو خیابونا بودن، کاری اصلا به این حرفاش نداریم، وظیفمون هم هست این کار رو انجام میدیم برای مریضا. ولی میخواستم به مسئولین بگم که الان 2 سال ما تو شرایط کرونا هستیم، کل صنایع فلزی سطح ایران اومدن تعطیل کاری بهشون دادن، بانک‌ها هفته به هفته تعطیلی دارن، اون دانشجوهایی که فارغ التحصیل هستن و نه تو خونه هستم بیام سر کار توش این شرایط مردمی ایجاد کنیم مریضی جمع شه. ولی میخواستم بگم که ما هر کدوممون یه نفر از تو خانوادمون از دست دادیم، هر کدوم از این پرسنل یا خودش 2-3 بار کرونا گرفته یا یکی تو خانوادش از دست داده. چقدر به حساب پرسنل ریختی؟ چقدر موازاتی بر حقوقش به حالا اومدن گفتم که بیایم معوقات که ماه به ماه داره داده میشه، این هم 4 تا معوقه 4 تا سرتش بزنن 4 تا 200,000 تومن به ما بدن. مریضم داره به سرفه میمیره، نه هیچ کاری میشه براش انجام داد، هیچ کاری نمی کنم. مریضتون الان اینجا بستریه؟ بله بستریه، هم اینجا خوابیه. چند وقته؟ اینو تازه امرو آوردیمش، 10 روز تو خونه بوده، حالا آوردیمش اینجا خوابوندن. تخت دادیره شما؟ بله تخت دادن بهش حالا، ولی دارو نیست.
کی بستری از بستگان نه بگو اصلا دستگاه نبید ولی دستگاهش خود تو که داخل بخش بود نبود حالا اینجا داخل آی سی یو رسیدش دستگاه چی؟ لیلا دستگاه تنفسی اینه که واسه ریه بود چقدر منتظر بودین که دستگاه باشه متوفانم با آی سی یو دو روز بالا بود بعد آوردن آی سی یو 8 ساعت بس اینجا رو تخت تخت خالی براشون متاسفانه نبود بودن تا اورژانس بستری شدن و شبش هم دیگه انتقالشون دادن به بخش 4 روز این بالا بودم بخش بودن خب بعد تو آسانسور که میرفتی یا همه گریه میکردن اون میگفت دارو نیست اون میگفت اینجا اصلا وضعیتی نداره میگفت باید برید دارو بیرون بگیرید من به دکتر میگفتم حالا این داروش هیچی دکتر فقط 11 صبح میاد خب اومدم در طول یه دکتر اونجا نیست که بری بهش بگه آقای دکتر الان مامان من حالش بد شد فقط پرستار میاد میبینه چک میکنه میره وضع ما رو دارین میبینید الان توی شرایط بدی هستیم مراجعین بیماری های کووید ما خیلی زیاده علی رغمی که مراکز متعددی رو باز کردن برای پوشش دهی این بیماری ولی حقیقتاً کادر درمان خسته شدن حقیقتاً مراجعات ما زیاده شما مردم همه این گوشه کناره دارن میبینین همه اینا واقعا به خاطر مشکل تنفسیشون به خاطر آلودگی به ویروس کووید 19شون میان اینجا هیچ کس دلش نمیخواد این وضع ها رو ببینه ما الان نزدیک 2 سال هست که این مشکلات رو داریم تحمل میکنیم خیلی حرف میزنن خیلی میگن آقا خواهش میکنم تجمع نکنید خواهش میکنم نمیدونم خیلی از این حرفا میزنن که اقدامات بهداشتی و اینا رو رعایت کنید ولی ما بازخوردی نمیبینیم من تعجبم علارغم این همه هشدار این همه تذکر بازم این همه مراجعه ما داریم اینا این نشون دهنده این هست که مردم توجهی نمی کنن حقیقتا باید یه فکر جدیدی کرد یک حرکت جدیدی کرد یه کار جدیدی انجام داد من خواهش میکنم از مردم رعایت کنن خدا وکیلی نمی ارزه که آدم به خاطر این مشکلات بیا تو بیمارستان و این وضعها رو ببینه من خودم به عنوان سوپروایزر خیلی ناراحتم خیلی افسردم خیلی نگران مردمم من خواهش میکنم رعایت کنم